خسته نباشید. خواهش میکنم. کی به تو گفته بود اینا رو از اونجا بیاری؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ اصلا واسه چی پا تو اونجا گذاشتی؟ برای اینکه واسه مون دردسر بتراشی؟ آروم باش، خواهش میکنم. نه، میخوام بدونم به تو چه ربطی داشت؟ واسه چی تو کاری که به تو ربطی نداره دخالت میکنی؟ من سر در نمیارم تو کی شنیدی بشیر در مورد این کلیدا با من حرف زد؟ فالگوش وایساده بودی خانوم ها؟ شما که بالاخره اینو ازش میگرفتین. سمر خانوم همین کارو با شما هم میکرد بابا. دیگه این به تو ربطی نداشت که اون قراره با من چه رفتاری بکنه. کافیه دیگه، چرا اینقدر داد میزنی؟ الان فشارت میره بالا. بیا بشین. نباید اینقدر به خودت فشار بیاری. میخوام بدونم واسه چی این کارو کرد. حرف بزن ببینم تو کی میخوای آدم بشی. لمیس خانم اومد. سلام. سلام، خوش اومدی. صداتون تا بیرون می اومد. به خاطر ماجرای کلیده. رفت اونجا تا دعوا را بندازه و بیاد. شما که دیدین لمیس خانم، من کار بدی نکردم. بازم که داری حرف خودتو میزنی. بشیر این کلیدو پیش بابا امانت گذاشته بود. منم به خاطر اینکه بابا اونجا نره رفتم آوردمش. چه اشکالی داره؟ خیلی هم اشکال داره جمیل خانوم. واسه چی بدونی این که به من بگی پاشدی رفتی اونجا؟ این کلید امانتی من نبود. در اصل امانتی لمیس خانومه. امانتی برای من؟ بله. خدای نکرده اگه بشیر چیزی شد، گفتم برم تمام وسایلای صندوقو بدم به شما. گفت لمیس خانم خب میدونه با اون امانتی چی کار کنه. اصلا همون بهتره که دست شما بمونه. بفرمایی این دست شما باشه. شما میدونین تو اون صندوق چی داره؟ نه، نمیدونم. پس چرا گفتین دیوونه است؟ اشتباه شنیدم؟ عزیزم، اون چی میتونه داشته باشه که اینقدر براش ارزش داره؟ این پسر پاک دیوونه شده. همین که بیماریش از ما پنهون کرد کافی نبود؟ اینم داستان جدیده؟ امیدوارم چیزیش نشه. سلامت برگرد. انشالله. ما فقط میتونیم براش دعا کنیم. چقدر؟ یکم تب داری. تقریبا 37 درجه است. میخوای یکم تخت تو بدم بالا؟ اگه میشه. خوب شد. خیلی ممنونم. خواهش میکنم.
داشتین راجع به جشن صحبت میکردین. خیلی خوب بود. سهیلا خیلی خوشحال بود. کاپیتان رضا هم همینطور. آقا سلیمان هم کادوی تو رو به سهیلا داد. خیلی تشکر کرد. گفت بهت سلام برسونم. سلامت باشه. آقا سلیمان یه چیزی بهم داد. این کلیدو بهش داده بودی و گفته بودی بده به من. من نگفته بودم الان بده. گفته بودم موقعی که توریم شد این کارو کنه. کافیه بشیر، تو هیچیت نمیشه. کلیدو بدی من. این کلید یه صندوق امانات تو بانک، درسته؟ درسته. بدینش به من. تو چیو پنهون کردی؟ تو این صندوق چیه؟ لمیز خانمون کلیدو بدین من. چرا به آقا سلیمان گفتی که من خوب میدونم با این کلید چی کار کنم؟ وقتی ندونم تو اون صندوق چیه چی کار میتونم بکنم؟ تو اون صندوق چیه بشیر؟ قبل از مرگم کسی نباید چیزی بفهمه. بسه دیگه بشیر، موضوع مرگو فراموش کن. باور کن فقط داری به خودت تلقین میکنی. دیگه نمیخوام این موضوع رو دوباره بشنوم. همین الان باید بهم بگی تو اون صندوق چی داری. الان نه، خودتون بعدا میفهمین اونجا چیه. همین الان. باور کنین الان نمیتونم. لمیز خانم خواهش میکنم، حالم زیاد خوب نیست. الان نمیتونم چیزی بگم. من به خاطر همون موضوع که الان تو این وضعم نمیتونم چیزی بگم. نمیتونم آرزوهای اونو خراب کنم. نمیتونم این کارو کنم. آرزوهای کیو؟ نهالو؟ این موضوع اونو نابود میکنه. من نمیتونم پرپر شدنشو ببینم. ولی تو با این کارت داری به اون ظلم میکنی بشیر. باور کن به نفعش که الان حرف بزن. خواهش میکنم کلیدو بدی. یعنی تو فکر میکنی با این کارت داری بهش کمک میکنی؟ نه، تو با دستای خودت داری اونو میندازی توی آتیش. میفهمی؟ پاشو رو پات وایسا و با شجاعت هرچی رو که میدونی بگو. آینده این نهال تو دستای توه. اگه این کلید همه چی رو روشن میکنه، پس باید زودتر درش باز شه. باید نهالو نجات بدی. نمیشه از این موضوع فرار کنی بشیر. خواهش میکنم بفهم چی میگم. نمیشه آینده این نهالو تو اون صندوق پنهون کنی. نباید این کار بکنی. بشیر، 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 پرستار، پرستار، بشیر، بشیر. یه نفر بیاد اینجا. آروم باش، آروم باش. یه دفعه حالش بد شد. برو دکتر رو خبر کن. برو دیگه. آروم باش، بخواب. برو دکتر رو خبر کن خانوم. خواهش میکنم برو. خانوم خواهش میکنم برو بیرون. ازش خون گرفتیم ولی درصد دیوکسید کربنش خیلی باله. پس میزان اکسیژن افزایش بده. اگه دیدین هنوز درصد دیوکسید کربنش زیاده به من بلی. خبر بده. حالش چطوره؟ آروم باشین، بهش اکسیژن دادیم. میتونم ببینمش؟ نه متاسفانه، دیگه تا یه مدت بهش اجازه ملاقات نمیدیم. نباید عکس‌العمل داشته باشه. تو این حالت باید بیمار خیلی آروم باشه. بله. اگه میخواین میتونین به وسیله تلفن از حالش باخبر شین. اینجوری ما هم زودتر به نتیجه میرسیم. حالش که خوبه، درسته؟ خطر رفع شد. استراحت میکنه.